قبل از هفتم اکتبر آقای نتانیاهو وضعیت خوبی در اسرائیل نداشت واقعیت میدانی دو سال اصلا شما نکنید در چهار سال گذشته چندین بار نخست وزیران اسرائیل عوض شد نفتالی به نت اومد به نیگانس اومد حتی لاپید اومد و دوباره نتانیاهو اومد و یکی از مشکلات این بود که آقای نتانیاهو حالا میخواستش که اختیارات دادگستری که مستقل از دولت هست اینو بیاره زیر پرچم دولت و تظاهرات خیابونی خیلی گسترده شد بین خودمونم باشه بالاخره یک سری فسادهای مالی هم نتانیاهو داره کدوم سیاستمداری که نداره یه سری سیاست یه سری فسادهای های مالی هم نتانیاهو داره بین خودمون هم باشه این تنش بالاخره این افرادی که در این سطح هم یه مقدار خصیص هم هستن این تنش هم یه مقدار به رضا پهلوی ما خورده در این حوزه یه مقدار خصاست هم داره یعنی واقعا به صورت میدانی این لباساشو هر سری میره آمریکا نتانیاهو جمع میکنه تو چمدون میذاره میره توی هتلای آمریکا میشوره یعنی اینا هم خب واقعیت هست ما که نمیخوایم ماله بکشیم <تص> حالا گفتم رزا پهلوی توی داستان چیز حالا شهرام همایون خاطرات جالبی داره خونهش حالا از این خاطرات زیاد از این برون شنیدن کاری نداره حالا با اون بنده خدا خب خواستم بگم که از این داستانات، توی افرادی که در این سطح هستن یک خصاصت اقتصادی اینجور چیزا به وجود میاد فساد مالی هم داره آقای نتانیاهو داشته بالاخره یا حداقل متهم به من که دو چیز نیستم بازپرس نیستم که تایید کنم به هر حال پرونده های جدی فساد مالیش در اسرائیل موجوده حالا پرونده های جدیش اونجا حالا ما چون میخوایم دهن جمهوری اسلامی رو سرویس کنیم که نمیتونیم که بگیم آقا خود اسرائیل براش پرونده فساد اقتصادی درست کرده بعد خود دادگستری اسرائیل نمیفهمه ما درست میگی ما اصلا نمیدونیم که بخوایم درست بگیم یا غلط به هر حال پرونده های جدی اقتصاد مالی داره خب فشارها رو نتانیاهو زیاد بود یک بخشش سیاسی بود که میخواست دادگستری و بیاره زیل در حقیقت قوه دولت اونم دادگستری که نتانیاهو رو متهم کرده بود به فساد مالی و در کنار این البته بگم خود نتانیاهو صد برابر این قضایی رو خدمت کرده به خود اسرائیل بالاخره خودش جانبازه و جاز خانواده شهداست بردرش در جنگ شیش روزه از دست داده و خودش هم در جنگ شش روزه باز شده و پاش تیر خورده. علا... <applause> عجب خانواده شهدا سینا در اغل بنیان مستضعفان یه چیزایی بهشون میرسه اما خب این فشارا رو نتانیاهو زیاد بود دیگه یعنی محبوبیت نتانیاهو قبل از هفتم اکتبر به یک چالش جدی رسیده بود و این قبل از هفتم اکتبر یک سال ممتد مردم اسرائیل تظاهرات گسترده ای رو علیه اسرائیل میکرد اما چون در اسرائیل ما یک دموکراسی مطلقی داریم خون از دماغ هیچکی نیامد که اینقدر تظاهرات کردن از آقای نتانیاهو برای همین یک تصویر ذهنی برای بچه مذهبی شروع شد بعد از اتفاق هفتم اکتبر که بالاخره ما باید یک چیز رو بدونیم اتفاق هفتم اکتبر یک افتضاح تاریخی برای نتانیاهو دستگاه شینبت دستگاه موساد ارتش اسرائیل یک آب روریزی و یک ننگیس هفته هفتم اکتبر بر پیشانی کلیت دولت مردان اسرائیل که واقعا حالا حالا ها پاک نخواهد شد یعنی تا ابد از نظر تاریخی این ننگی که سه هزار سرباز حماس بتونن در اون ساعت نه به اون شکل هالیوودی بیان و در پنج ساعت اول واقعا کیبوتس های اسرائیل قتل عام کنن این یک ننگیه بر پیشانی بر آقای نتانیاهو و تمام دستگاه های اسرائیل از ارتششون آقای هلوی بگیرید تا گالانت بگیرید این ننگیه که ثبت شده برای همین تصویر ذهنی که برای بچه مذهبی شکل گرفت این بود که نتانیایی که قبلش محبوبیت نداره و الانم داستانینه این دهن سرویسه دهن سرویسه و به زودی دولت نتانیاهو سقوط میکنه و ما از روز اول گفتیم که شما اسرائیل رو نشناختی در چنین شرایطی نتانیاهو سقوط نمیکنه همم هم, هم میان پشتش البته منم بهتون بگم پیش این بود که خیلی قوی تر میان پشت نتانیاهو که در فکر می کنم ماه پنجم ششم جنگ بود یه جام قاطی کردم علیه خود اسرائیلیا که آقا شما نمیفهمید چقدر بی شعورید بعد پشت این آدم باشید منم نسبت به پیش بینی که میکردم خیلی محکم میان پشت نتانیاهو پیش بینی من غلط در مر. اما پیش بینی اونایی که میگفتن دولت زندانیا سقوط میکنه اونا پرت بودن تو آفساید بودن پیش بینی من یه خود خطا داشت چون اونجوری هم پشت نتانیاهو همه در نمیبرن دست کم روی صحنه حالا پشت صحنه رو ما خبر نداریم ولی خب پشت صحنه مثل که خیلی زن و پشت نتانیاو قوی تره که حالا ما راستش به دستای غیب ارتباطی نداریم بدونیم پشت صحنه چه خبره ولی اتفاقاتی که داره میفته جلوی صحنه اینقدر ضد نتانیاو هم ولی نتانیاو همچنان پا برجاست ما اون پشت صحنه رو حس میکنیم مثل هوا دیده نمیشه ولی هوا بالاخره وجود داره دیگه معلوم آثارش مشخصه مثل اون داستانی که الان هم اسرائیل آقای نتانیاو همچنان هست ما پشت صحنه رو نمیبینیم ولی بالاخره این که همچنان ایشون سر جا هست خب این معلومه و حرفای چرتیم هم دسته میزدن که آقا نتانیاهو زود سقوط میکنه و نتانیاهو جنگو میخواد ادامه بده چون دولتش ادامه دار باشه و انگار کل ارتش اسرائیل و مردم اسرائیل و کل سیستم اسرائیل و, و کل سیستم آمریکا منتر یه پیرمردیان که میگه من دولت میخوام من قدرت میخوام مثلا اینجوری پاشم زده رو پاش داره میزنه کشم تو دهنه. من من دولتمو میخوام نه آقا اینجوری نیست ده ماه وقتی که جنگ در این سطحه یک پیر مردی که تصمیم شخصیش این باشه که اسرائیل رو در این جنگ نگه داره نگه میشه آخه یه چیزایی بگید بگنجه نه منطق اصلا میگه که اسرائیل راهی نداره چون اتفاقات برای اسرائیل صلح به... عنوان نابودی اسرائیل در این شرایط اسرائیل مجبور به ادامه یک جنگ منطقه نه جنگ گسترده همین جنگ رو به همین شکل ادامه بده اسرائیل برنده است به تو بگم. اسرائیل با توجه به اقتصادی که داره ده سال هم این جنگ اینجوری ادامه بده چیزی دیگه از محور مقاربت نمیمونه در عرض ده ماه کلی از سران اصلی تونسته ترور کنه همینو میخواد ترورهای هوشمندانه ترورهای در حقیقت هدفمند ترورها با حوصله و به خود به خود حالا اونا برن بگن آقا هر چقدر از ما بکشید ما هزار تا دیگه میشیم باشه بذار هزار تا دیگه بشید اسرائیل میگه هر من تحت تاثیر این پروپاگاندای مذهبی قرار نمیگم که آی بکشید ما را حرفای خمینی نه ما قوی تر میشیم نه شما ضعیف تر شدید خود جمهوری اسلامی با کشدار به بهشتی ها رجایی که البته اونا عقب افتاده بودن ولی الان دیگه بهشتی و رجایی نداره کرمچاله رو داره <applause> در حد کرمچاله در حد جوانی که حالا بعد رو میکنم که واقعا نظریات این جوانی واقعا برای من خیلی پشم ریزونه من یه جایی واقعا نمیفهمم اینا تا چقدر واقعا داغونن دیگه از بهشتی و اینا رسیدن بعید خذاب رسیدن به علی علیزاده ببین این ضربه است و شما وضعیت جمهوری اسلامی که در دهه 60 یه کلیتی از مردم بالاخره پشتش بودن و با امروز مقایسه کن دیگه در انتخاباتش اونایی که به حکومت رای دادن 8 میلیون آقای جلیلی هن. یعنی از 90 میلیون رسیده به 8 میلیون اینا شکسته دیگه یه نتونستن جبران کنن اینکه آقا از ما ترور کردن ما همچنان هستیم که اینا حرفای مزخرفه خب شما هم از بقیه ترور کردین همچنان هستن ولی این مسئله شما معنی هم از مجاهدین خلق ترور کردید مجاهدین همچنان هست بنابراین نه ضربات جبران ناپذیره به خصوص برای سیستم هایی که سیستم محور نیستن هیت محورن به گروه های اسلامی گروه های اسلامی هیئت محورن سیستم محور نیست سرتون رو درد نگیرم با تمام این تفاصیلی که آقا نتانیاهو سقوط میکنه و من در تمام این ده ماه خندیدم رسانه های مخالف تقریبا آقای نتانیاهو مثل ماریو اومده و این هفته خیلی هاشون گزارش دادن که آقا محبوبیت آقای نتانیاهو رو به افزایش است دست کم چهار درصد به تعداد رای دهندگان آقای نتانیاهو در انتخابات در حقیقت آینده که دارن پیش بینی میکنن برای از جنگ اگر انتخاباتی بشه اگر الان انتخابات برگزار بشه گفتن آقای نتانیاهو نسبت به قبل چهار درصد افزایش رأی داره دقت کنید اینا رو من خودم در نمیارم قضیه اینقدر جدی است محبوبیت تای نتانیاهو بعد از ترور فاد شوک و بعد از ترور واقعا هالیوودی اسماعیل هنیه که یک شاهکار برای اسرائیل برای نتانیاهو و یک حقارت بزرگ برای ایران اشغالی و شخص آقای خامینه ای بود انقدر این محبوبیت نتانیاهو داره رو و برخلاف تمام اون تصاویری که ما در روزهای شبات میبینیم در روزهای شنبه میبینیم که چند هزار نفر از خانواده به بالاخره ها و مخالفین آقای نتانیاهو با هم متحد شدن و چند هزار نفر میان در خیابان های تلاوی و واقعا تظاهرات با کیفیتی هم برگزار میکنن ولی اونا چند هزار نفرن ملت به اسرائیل ملت 7 میلیونیه الان هم آمار کلیه این 7-8 میلیون نشون میده 4 درصد به تعداد رای دهندگان به نتانیاهو هو افزوده شده یعنی این نشون میده که اگه همینجوری نتانیاهو بره جلو میتونه یک اردنگی هم به آقای بنگویر و آقای بزنه که این دو حزب کوچک در حقیقت اترا ملیگرا اوترا راست به هر حال افراطی از نظر ادبیات سیاسی که الان نتانیاهو یه جورایی وابسته به این دو حزب همینجوری محبوبیتش بره بالا به این دو حزب هم میتونه نیازی نداشته باشه ولی به اینکه این دو حزب با تندی که دارن به حال شاید کمک هایی رو بکنن من دیگه با جزئیات بیشتر نمیدونم که بنگویر و استوموریچ کمک حال آین ظاهرش اینه که نتانیو از دست اینا کفریه ولی حالا در کلیتش دیگه اونقدر منم نمیدونم اینقدر قضیه جدیه که نوچه های در حقیقت جریان مالکش مذهبی مثلا برنامه‌ای که امروز گذاشته بودن وعید خزابینا اینا چیز کردن میگه برخلاف انتظار برخلاف انتظار شما عقب افتاده بهتون گفتم پشم صورت من نیستید ده ماه پیش این سه نفر به اون آقای سرباز رولا رضوی و وحید خذاب با جدیت آقا کار کار نتانیاهو تمومه نتانیاهو سقوط میکنه تمام مهرهاشونو کجا چیده بودن حالا اومدن برنامه گذاشتن حالا برنامهشونم هم ببین اینقدر اعترافات سنگینی میکنن ولی دیگه گفتم بی خیالم چون خیلی موضوع دارم دیگه برنامهشونو باز نمیکنیم یعنی تحلیل نمیکنیم رو برنامهشون نوشش که برخلاف انتظار افزایش محبوبیت نتانیاهو و شوک شدن در برنامهشون شوک شدن که آقا چطور امکان داره بعد این آقای سهیل در حقیقت کتیری نژاد داشت به اینا دلداری میداد میگفت بله محبوبیت آقای نتانیاهو زیاد شده اما این محبوبیت تاریخ مصرف داره بعد این دو گفتن تا تاریخ مصرفش کیه گفت تاریخ مصرفش <applause> <applause> بچه طاقت شنیدن دارید گفت <applause> تاریخ مصرف محبوبیت امروز نتانیاهو در زمانی پایان پیدا میکنه که ما عملیات بعد صادق دو رو انجام بدیم به خدا دارم راست میگم خدای عاشقتونم عاشقتونم ده ماه همه تحلیلاشون اشتباه در اومده بالا تو این ده ماه ما گفتیم که امکان نداره نتانیاهو سقوط بکنه البته من یه چیز دیگه هم گفتم گفتم حمایت از نتانیاهو خیلی علنی تر میشه این پیش من چالش داشت که گفتم که حما من چون عادت ندارم چیزی که اشتباه گفتم بد بکنم تو پاچه مخاطب ولی من گفتم نتانیاهو قطعا میمونه و حالا فکر میکردم خیلی قوی تر بیان پشتش حالا اون قوی تره نه این بالاخره اون تازه تو علنی نیومدن پشت صحنه حتما اومدن و حرفم درست در اومده ولی اینا میگن سقوط میکنه الان شوک شدن تفلکی ها ببین قیافه ها ل... الان اینجا عکس برنامه شده تو خود برنامه قیافه وعید خزا و این یا رو سرباز رولا رضوی اینا که وقتی که حرفای کاترین نژاد رو میشنیدن که آقا نه جدیت پیدا کرده نتانیاهو و محبوبیتش بالا رفته قیافه اینا مثل آلت بعد از خود ارضایی شده بود همچون بیزه آویزون افتاده بودن مثل گلابی <تصفح> خب چرا این تحلیلات همش اشتباه است آقا ببینید انقدر که شما بچه پر روید سطح پر رو بودنتون ده ماه پیش اینا میگفتی نتانیاو سقوط میکنه این چیه؟ این سرباز اسرائیلی نیست اینجا این خود منم یه <تصفح> نفر تو تحلیلگرها جمع شد اومده بود اون تیم رودست بود و ما از طریق تریبون رودست به شما گفتیم نتانیاهو سقوط نمیکنه. الان ببین شدی برقلاوه انتظار محبوبیت نتانیاهو نتانیاهو با استقامتی که انجام داد در تاریخ اسرائیل ببینید ما, ما ماله نمی کشیم. اتفاق هفتم اکتوم ننگیس بر پیشانی نتانیاهو اینکه پسرش از جنگ فرار کرده رفته در آمریکا توی سانفرانسیسکو توی ویلای شخصیشون داره زندگی میکنه این ننگیس بر نتانیاهو مثل شما نمی... شما ایدئولوگ نگاه میکنی چون طرفدار مثلا جمهوری اسلامی هستی مرسی سونیا بابت استی که زنده باشی چون طرفدار جمهوری اسلامی و ضد در حقیقت حب داری به جمهوری اسلامی بغض داری به در حقیقت اسرائیل نظریات شما فاقد اعتناست من سوگیری دارم تو این جنگ قطعا دنبال اینم که اسرائیل برنده بشه تعارف ندارم که ولی سوگیری ایدئولوژیک و اینجا به قاطی نمیکنم من یه هنرمندی که تو برنامه دارم اینه که علایق سلایق تنفرهامو بیرون در این اتاق استدیو میذارم بیرون اینجا حرفی تا اگر به ضرر خودم باشه خودم و فوش میدم و بارها خودم و فوش دادم بارها مجبور شدم میگم از فلانی معذرت میخوام از فلانی اینم چرا چون نظریات و تنفرها و علایق من پشت در این اتاقه نتانیاهو هفتم اکتبر ننگ برش اینکه پسرش از جنگ فرار کرده ننگ بزرگتریه ولی واقعیت این بود که نتانیاهو خودش گیرم پدر تو بود فاضل از فضل او تو را چه حاصل تو چیکار به پسرش رو بقیه داری خود نتانیاهو محکم اصلا من گفتم آقا نتانیاهو در چنین شرایطی سقوط نخواهد کرد یه بدنه اوقلایی در اسرائیل وجود دارن و نتانیاهو شما وقتی شخص نگاش کنید تحلیلاتو این میشد که سقوط میکنه هنوز انقدر احمقن و همچنان نتانیاهو رو شخص نتانیاهو نگاه نتانیاهو نوک کوه یخی است که این نوک کوه یخ قطرش در حقیقت کوه پایش یک بخشش در اسرائیل و بخش دیگرش در واشنگتونه شما اینو نمیخوای ببینید شما فکر میکنی که خب خوشحالی که در تمام این ده ماه یه تعداد بیکار الاف علفکش شیرکش ماری کشه در حقیقت چند تا کش دیگه و دستکش کشه دیگه از اینجور چیزای دانشوی های دیگه باستنکش دیگه انواع کش اینا اومدن تظاهرات به اون علی علیزه در لندن و در آمریکا چهار تا گفتن از بر تا نر بعد بشه میگه آقا بر کجاست نر کجاست میمونن نمیدونه بر کجاست نمیدونه نر کجاست نمیدونه بر نر منظور از دریای مدیترانه تا رود اردن اصلا نه. اصلا رود اردن کجاست نمیدونه دور رود اردن نشون بده یارو اومده سر مار را در تل اویو میزنیم بس سر مار تو وسط رود اردنه هر اون لقمه تل شمال در حقیقت غربی اسرائیل میگن اصلا شمال غربی تا مرکز تا حدودی تا مرکزش میتونیم بگیم خب شما اصلا نمیدونی در غربشه حالا شمال شمال نیست ولی خب به حال تو اومدی سر ما رو گذاشی اصلا در شرق رود اردن بعد میگی ما سر ما تل... چیز رو همه چیزتون هم کپیه خاک تو تو پوزیسیون بقی و خود اسرائیل در مورد ایران اشغالی میگن حالا شما همه چیزتون کپی پیس بلع... بلعک... دیگه همه چیز رو برعکس میکنیم مثل معکوس نشان لقب دوم رهبرتون تحلیل ما صفر تا در اینجا درستن در اومد دیگه نتانیاهو افزایشی داره و اینا شک شدن تمام رسانه های مخالف نتانیاهو دارن حتی هارت هم اومدهش اعتراف کرد تمام رسانه های مخالف نتانیاهو هم دارن میگن نتانیاهو <applause> حالا خنده این بود فقط حالا دیگه نمیخواستم بذارم این بود به این داتا داشت دلداری داری بده. نه نه این این محبوبیت نتانیاهو تاریخ مصرف دارد استاد تاریخ مصرف وعده صادق دو را انجام بدیم محبوبیت نتانیاهو میره کنار حالا باش که تا این در حقیقت وعده صادق دو را.